بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم و الان اعدائهم. بینندگان عزیز و گرامی، از جوار بارگاه ملکوتی سید و سالار شهیدان و سرور آزادگان جهان آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و همچنین حرم مطهر قمر منیر بنی هاشم علیه السلام، خدمت شما عزیزان عرض سلام و ادب دارم. در خدمت جناب استاد موسوی زنجانی دامت افاضاتو هستیم و انشالله از بیانات و تحقیقاتشون کمال بهره رو خواهیم برد. جناب استاد موسوی، خدمت شما هم عرض سلام و ادب دارم. خیلی خوش آمدید. اگر شما هم سلامی خدمت بینندگان داشته باشید تا انشالله به سلامی به آقا امام حسین و آقا ابوالفضل العباس برنامه رو آغاز کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم از سر حضرت عالی و علیکم السلام و رحمت الله. بینندگان عزیز و ارجمند در خدمت شما هستم. بزرگوارید. یک سلامی خدمت آقا امام حسین داشته باشید که انشالله برنامه رو پی بگیرید. السلام علیکی یا ابا عبدالله، السلام علیکی ابن رسول الله، السلام علیکی ابن امیر المؤمنین سید الوصیین، السلام علیکی ابن فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین، السلام علیکی و علی الارواح التي حلت بفنائک، السلام علیکی یا علی ابن الحسین، السلام علیکی یا قمر بنی هاشم، السلام علیکم جميعا و رحمت الله و برکاته. گرام مهر تو ای دوست عطایش نکنم، هر گرام مهر تو ای دوست عطایش نکنم، عاشق و شیفته کرب و بلایش نکنم، عاشق و شیفته کرب و بلایش نکنم، دل اگر نیست گرفتار کمند غم تو، دل اگر نیست گرفتار کمند غم تو، روز محشر ز غم و غصه رهایش نکنم، روز محشر ز غم و غصه رهایش نکنم، هر که را مهر تو ای دوست عطا. با سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز و گرامی، در آغاز این برنامه جا داره که از عزیزان بیننده تقاضایی داشته باشم، مبنی بر اینکه رزمندگان اسلام که در جبهه های مختلف نبرد با دشمن داعشی و دشمنان اهل بیت در حال ستیز و مبارزه و نبرد هستن، انشالله از دعای خیرتون فراموش نکنید. هرچند بنده در این 13-14 شبی که مشرف هستم خدمت آقا امام حسین، به سهم خودم نایب الزیاره شما عزیزان و دعاگوی شما عزیزان بودم، اگر قابل باشم برای رزمندگان هم دعا داشتیم. امیدواریم به حق آقا امام زمان علیه السلام خداوند به اونها نصرت بده، که به هر حال هر کسی در جبهه ای مشغول نبرده، اون بندگان خدا جان خود رو به کف دست گرفتن تا بنده و جناب عالی بتونیم راحت در کنار خانواده های خودمون به زندگی خودمون ادامه بدیم. آیت الله موسوی زنجانی در جبهه‌ای بالاخره به نبرد میپردازند و دفاع از اهل بیت میکنند. بنده شاهد هستم که از صبح تا شب یک سره ایشون مشغول مطالعه و تحقیق هستن، بعد از البته 40 سال که این تحقیقات رو داشتن. حالا برای اینکه بتونن در این برنامه ارائه بدن، دائما برای اینکه بتونن این برنامه رو تنظیم بکنن، از صبح تا شب تقریبا وقت ایشون پر هست. امیدواریم که شما هم انشالله این رزمندگان عزیز رو که در خط مقدم به دفاع از اهل بیت و امام زمان و ادبات عالیات و عتبات مقدسه میپردازن، از دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید.
جناب استاد موسوی، محور اصلی بحث ما از شب اول یا از اولین قسمت برنامه این بود که بیان فرمودید پیغمبر در طول حیات خودشون با صحابه مخالفت داشتن و متقابلن صحابه با پیغمبر مخالف بودن و شواهد متعددیو در این مدت نقل فرمودید. البته قرآن هم این مسئله را تأیید میکرد و میکنه و تأییداتی هم از قرآن بیان فرمودید. حالا میخوایم ببینیم امشب با توجه به اینکه بحث محور ما همین بود، برای بینندگانی که احیانا امشب به ما میپیوندن، میخواییم ادامه بحث رو از کجا شروع کنیم و با توجه به این محوریت که صحابه مخالف پیغمبر و پیغمبر مخالف صحابه، این از کتب اهل سنت یه چیزیه که یه امریه که ثابت. بسم الله الرحمن الرحیم. بلی، همونطوری که فرمودید ما عرض کردیم بحث این چند روزه ما یا چند شبه ما انحصاراً محورش رابطه رسول خدا با اصحاب و اصحاب با رسول خدا باشه. اصحاب که میگیم بیشتر تأثیرگذاران از اصحابه، غالب سلمان فارسی مورد بحث نیست، اینها متمحض در اسلام بودن. سلمان منا اهل البیت. راجع به ابازر رسول خدا چه فرموده؟ صادق ترین انسان. سه چهار نفر بودن در کنار علی بن ابی طالب، اینها از فضای بحث ما خارجه. اون صحابه‌ای که قدرت گرفتن شدن همکاره، قرآن کریم به صراحت فرموده موسی نفرین کرد به صحابه مطلقا، استثناء هم نکرد. آیه 25 سوره مائده، پیغمبر اسلام هم بیش از صدها سند از کتب معتبر اهل سنت عند اهل سنت نقل کردیم و ارجاع دادیم، من جمله صحیح بخاری که فرموده صحابه من به صحابه هیچ پیغمبری شبیه نیست جز حضرت موسی علیه السلام. خب پس خواستیم عرض کنیم بحث ما از موضع شیعه در مقابل موضع اهل سنت نیست مطلقا. ما فرض ما این است ما همه یک پارچه یک مذهب داریم، اونم اهل سنت مطلقا. به عنوان مسلمان، درود بر شما. ببینیم ما مسلمان ها پیغمبرمون را در کنار صحابه، صحابه را در کنار پیغمبر میبینیم یا متن مطلق تاریخ شیعه و سنی مطلقا حاکیست، درگیری در حدی بوده، صحابه گفتن حالا که شما طبق نظر من نمیخواهی قدرت را به ما بدهید، نه دفنت میکنیم، نه غسل میدیم، نه کفن میکنیم، نه تشییع میکنیم. خب بله شد، همین کارم کردم در حقیقت. بله هیچ اصلا نفهمیدن کجا دفن شد. عایشه میگفت از صدای کلنگ ها فهمیدیم چند نفر پیغمبر اسلام را مشغولن دفن بکنن. همین عایشه یادش رفت، دروغگو چی نداره، حافظه نداره، خودش ده ها کتاب از اهل سنت از عایشه نقل کردن، گفته پیغمبر در حین جان دادن در کنار من بود، در آغوش من بود، سرش روی زانوی من بود. خب اگر اونجا بود چطور نفهمیدی؟ فقط از صدای کلنگ ها فهمیدی پیغمبر چی؟ دفن شد. و از دار دنیا. خب در جنبندی این شد، ما خواستیم عرض کنیم اگر شیعه را از تاریخ حذف بفرمایید بماند غیر شیعه، تاریخ میگه، صریح قرآن میگه صحابه موسی با موسی درگیر شدن، متن صریح تورات در سفر تثنیه باب 31 میگه کل صحابه را موسی مرتد اعلام کرد. آخرین آیه باب 31.
خود قرآن کریم هم که این مطلب را تایید کرده در آیه 25 سوره مائده، پیغمبرم فرموده شما برای شناخت صحابه من زحمت نکشید، تورات بخوانید و قرآن. صحابه من ذراعم به ذراع، اون چی بود؟ شبرم به شبر، گام به گام. خب این مطلب ما بود، صحابه موسی علیه السلام، این روشن شد. خواهند خب فضای بحث ما مشخص شد که رسول خدا با صحابه درگیر بود، صحابه با پیغمبر اسلام. وسط این جنگ اهل بیت چون در حد اقل بودن، اقلیت بودن، پیغمبرم هشدار داد در سر خلافت دعوا نکنید، خانه‌نشین شدن و صحابه به قدرت رسید. خب اما بحث امروز حضرت عالی، نظرتون است که امروز از کجا شروع کنیم؟ ادامه همینه. خب اینجا عرض کردم همونطور که توضیحات شما خیلی به داد من میرسه، اینجا هم نقش عمده ایفا کنید. خواهش. عمر جمله‌ای گفت، حضرت علی علیه السلام امضا کرد، فرمود درست. به کی؟ عمر روز وفات پیغمبر به اهل مدینه انصار گفت از شما خلیفه نمیشه، بنشینید. پیغمبر فرموده همه میدانید الامامت فی قریش. چون از آدم و نوح و ابراهیم و اسماعیل و پیغمبر اسلام بعد از نضر بن کنانه جد 17 یا 18 پیغمبر به پایین را میگفتن چی؟ قریش. این قریش یعنی فرزندان شخصی به نام نضر بن کنانه از نوادگان حضرت اسماعیل و ابراهیم. پیغمبر فرمود در نسل او رسالت و امامت هست، من از نسل او هستم، علی بن ابی طالب هم نسل او نسل و امامت در این شاخه است. اسم این شاخه که شامل عمر بود، عثمان بود، ابوبکر بود، همه یعنی بنی عدی، بنی تیم، بنی هاشم، بنی امیه، همه نسل. ببینید چقدر شاخه و فروع پیدا میکنه و قبیله های متعدد در داخل این شجره نسبی که قریشان امامت و رسالت هست. این جمله شامل عمر هم بود. بله. حضرت علی هم فرمود حق با عمره که گفته انصار بنشینید، از اهل مدینه امام نمیشه، از آل ابراهیم باید باشه. اما احتجو به شجره و عزا و ثمره، خلافت را از انصار گرفتن، گفتن در این صلبه، اما اصل میوه این شجره که من بودم انداختن کنار. و ان الامامت فی هذا البطن من بنی هاشم، حتی قریش هم که در بنی هاشم که ما باشیم وارث خلافتیم، در بنی هاشم هم بنی عباس نه، بنی حمزه نه، بنی حارس نه، فقط علوی ها، بنی علی و بنی فاطمه سلام الله علیه، اینها هستن آل ابراهیمی که سر میدهن دین نمیدهن. به اینها میگن ابن الذبیحتین. یعنی چه؟ ابن الذبیحین یا ذبیحتین. پیغمبر هم میفرمود انا ابن الذبیحین. بله، ما فرزند دو ذبیح هستیم، هیچ کدام ذبح نشدن. یکی حضرت اسماعیل علیه السلام، یکی هم پدر پیغمبر عبدالله که بنا بود ذبح بشه طبق اون نذری که جناب عبدالمطلب داشت و ذبح نشد. پیغمبر فرمود علی فرزند عبدالله نیست، من فرزند عبدالله هم. اون ببینید فرزند کیه؟ ابو طالب. اما انا و علی من شجره واحده، علی مسئلهش حل از شجره منه، بقیه امامان هم از طریق حضرت فاطمه وصله. خب جنبندی کنیم، طبق منطقی که پیغمبر داشت، عمر قبول کرد وارث خلافت باید از آل ابراهیمی باشه که رسیده به پیغمبر، درست؟ با این استناد حکومت را، خلافت را عمر گرفت داد به ابوبکر به عنوان رئیس سنی مردم، یک سال خلافت بکنه چون خانوادهشون ضعیف بود، سریع هم بتونن بگیرن، چون عمدن به اون دادن. یهود نظرش این بود اول که قدرت موقتی باشه، آقای عمر به تو قدرت نمیتونیم بدیم. چرا؟ چون تو خشنی،
مردم از تو راضی نیستن. اول بدیم یک خاندانی که گرفتنش آسون بشه. خانواده تیم از همه بله تیم ابوبکر از تیم از همه کمتر بودن، فقیر بودن، تعدادشون کمتر بود. دادن تا یک ساله ابوبکر بده بتونن پس بگیرن. بله ابوبکر جا خوش کرد، دو سال خورده موند. بلافاصله عرض کردیم که شبانه عمر بود و عثمان بود و سید ابن سعیه رفتن کشتن، تا اذان صبح گفتیم قبلا ابوبکر رو کشتن، تمام شد و رفت. حالا عمر با استناد به این که من قرشی هستم خلافت را از انصار گرفت، درست؟ سوال اینجا شروع میشه بحث. چند سال چند قرن گذشت، ابو حنیفه الله اعلم فتواش بوده پیدا نکردم، سیاست بوده پیداش نکردم، گفته قرشیت در خلافت شرط نیست. دیگر بیش از این من سواد ندارم، چون نفهمیدم عمدی صحوی واقعا بوده یا نه، نمیدونم پشت قضیه چیه، نتونستیم نفوذ کنیم. این جمله را نوشتن، قال ابو حنیفه ان القرشیه مثلا لیست به شرطن چی؟ فی الامامه فی الخلافه، نظیر این تعبیر. یعنی بیانتون اینه جناب استاد، من خلاصه کنم در دو سه جمله، اون خلافتی که خلافت اللهیست و قرآن اون رو در آل ابراهیم قرار داده بود و آتیناهم و لقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و آتیناهم آیه 54 سوره نساء ملکن عظیما، اون خلافت اللهی که بنا بود در آل ابراهیم و در شاخه بنی علی و بنی فاطمه باشد که خلافت اللهی بود و نسب خداوند و رسول اکرم بود، اون رو گرفتن بازیچه قرار دادن به این بهانه که ما قرشی چون قرشیم. خب شما از قرشی خیلی ها از قرشن، ولی کدوم قرش بناس اون خلافت الله بهش برسه؟ خب اینو گرفتن، خب مدت ها این حکومت رو مثل توپ پاسکاری کردن به تعبیری تا زمان قرن عثمانی ها به قدرت میخوان برسن. آقای سلطان سلیم فاتح شنید، نمیدونم پشت قضیه چی بود، ابو حنیفه متولد سال 80 متوفای 150 فتوا داده قرنها قبل لیست القرشیه شرطن فی الخلافه، لازم نی که خلیفه قرشی باشه. آها. همینو که گفت رفتن تمام تشکیلات حتی جبه آقای ابو حنیفه را به علاوه یک مو پیدا کردن به دروغ، حالا میگم، یک دندان پیدا کردن، یک لنگ کفش، یک ظرف آهنی گفتن و بقیه من العلم گفتن اینها آثار نبوه است. سلطان سلیم هم میتواند خلیفه بشود، چون آقای ابو حنیفه گفته نیازی به قرشی بودن نیست. عجب. یعنی با همون کل تشکیلات حکومت عریض و طویل عثمانی قرنها حکومت کرد، استناد کردن به جمله آقای ابو حنیفه که در خلافت اسلامی قرشیت شرط نیست. روزی عمر استناد کرد به قرشیت از علی بن ابی طالب گرفت. امروز ابو حنیفه میگه شرط نیست، سلطان سلیم میگیره. این چه دینیه؟ روزی با استناد به قرشی بودن عمر خلافت را میگیرن، روزی استناد به اینکه شرط نیست میبرن ترکیه. بله. از قرش هم خارج میکنن. از قرش هم خارج. کدام درسته؟ اگر حکومت عثمانی مشروعه، کل کار عمر چی بوده؟ خلاف شرع بوده. اگر کار عمر درست بوده، کل تشکیلات عثمانی نامشروع بوده. خب حقیقتی. اجازه بدید متن تاریخ را بخوانم. آقایان شنیدن، نمیدونیم چه اتفاق افتاد، از ترکیه شنیدن که ابو حنیفه گفته هر کس میخواد خلیفه بشه بشه، آزاده. جورج دبلیو بوش هم میتونه. عدالت و اینجور چیزها هم شرط نیست. بله. شما میتونید اسکیمه ها بیارید بجای آل ابراهیم. بله.
امام جماعت، خلیفه، نیازی نی عادل باشه، نیازی هر کی میخواد. کسانی را فرستادن به حجاز، کسانی را فرستادن به بغداد، کسانی را فرستادن به قاهره. قضیه چیه؟ واقعا قریشی شرط نیست. کیا فرستاد؟ سلطان سلیم فاتح. آمدن گفتن که آقا قطعی است خلیفه لازم نیست قریشی بشه. آقای ابو حنیفه گفته خب اما پنج چیز باید داشته باشه. اتفاقا شما دارید آقای سلطان سلیم. یک، حمایت الحرمین. یعنی چی؟ توضیح بده. یعنی حرمین شریفین، حرمین شریفین به اصطلاح مکه و مدینه ازش حمایت کنن و پشتیبانی کنن. یعنی از اونها بده. حاکم از اونها حمایت کنن. بده. حاکم اون از اونها، حاکمی که در اونجا وجود بله. داره از مدافعین ها بشه، مدافع باشه و پشتیبانی. حفاظت از امانات رسول. اینم درست. اما امانات رسول در ترکیه چیکار میکرد؟ پیش ابو حنیفه چیکار میکرد؟ ببین اونم در قرن ظلم. ببین این حرف اهل بیت بود. آن کسی باید خلیفه بشه امانات انبیا پیشش باشه. امانات تورات پیش پیغمبر رسید. نه. انجیل واقع به پیغمبر رسید از انطاکیه. کل کتابهای انبیا که تحریف نشده بود در جاهای معینی مدفون بوده، دفن شده بوده، همه رسید به پیغمبر اسلام. از حضرت نوح آدم یک علامت، از حضرت شیس یک علامت، از حضرت موسی عصا بوده، از حضرت سلیمان خاتم بوده، از حضرت اسماعیل تیر کمان بوده، از حضرت شیس نعلین بوده، از حضرت عیسی علامت دیگر بود، تمام از حضرت یوسف اون پیراهن مخصوص، پیراهن مخصوصی که زیاده بر چشم جناب یعقوب قرار بله گرفت و بینا شد. اینها رسید به پیغمبر اسلام، میراث نبوت، میراث انبیا. این را آقای خلیفه دوم عمر بن خطاب قبول نکرد. علی فرمود رسول خدا فرموده آن کسی خلیفه من وارث انبیا باشه، میراث النبوه اندهم. عمر قبول نکرد. حالا ببینید بعد از قرنها نوشته امانات الرسول باید پیشش باشه. امانات الرسول وجدانا پیش ابو حنیفه بوده. امانات الرسول در ترکیه، الان شما تشریف برید یا سلطان سلیم عثمانی، عثمان الان تشریف میبره ترکیه ده. یکی از پرمراجعترین موزه های عالم، اگر یکی آرمیتاژش در سن پترزبورگ، یکی لوور فرانسه است، یکی هم همین چیزی که در موزه ترکیه آنکارا است. الان نمیدونم یکی از چیزهای یا آنکارا یا استانبول، یا استانبول شما را میبرن اونجا تشریف میبرید، یه مو نشان میدن. این موی رسول خدا، موی محاسن پیغمبر اسلامه. دست شما درد نکنه. علی بن ابی طالب گفت ارث کل اسلام پیش منه، شما آمدید نپذیرفت. حکومت تشکیل دادید آویزان از یک تار مو، تو را خدا. اونم یه دفعه در قرن نهم، یه دفعه چطور بعد قرنها این یه تار موی پیغمبر از کجا پیدا شد؟ یک دندان پیدا کردن. الان شما تشریف ببرید ترکیه نشان میدن دندان عجب. رسول خداست. دندان رسول خدا در ترکیه چکار میکرد؟ ابو حنیفه از کجا گیر آورد؟ اونم بعد از قرنها. و از جناب استاد، دندان وقتی که از انسان جدا میشه 24 ساعت الا 48 ساعت بعدش پودر میشه. آرام آرام از دیگه از بین میره، اون سفتی خودش از دست میده. یک لنگه کفش. این چیه؟ اینم از پیغمبر اسلام مونده. حالا نمیدونم مال مروان بوده، امراس بوده، چی بوده، این مال پیغمبره. خب اهل بیت گفتن هر چی هست پیش ماست. شما قرنها بعد آثار النبوه را مشروعیت برای عثمان قبول کردید. دنیا این نمیخنده به شما؟ بحث علمی است. اگر تار موی پیغمبر دلیل مشروعیته، اگر دندان میراث نبوت، چرا روز اول اینها کجا بود؟ اینها در خانه علی بن ابی طالب بود. چطور شد شما اونها را دلیل مشروعیت نگرفتید در زمان عثمانی گرفتید؟ اجازه بدین جمله. یک ظرف آهنی، اینم از پیغمبر باقی مونده. بقیه من العلم النبوی، این کجاست؟ بقیه از علم نبوی. این حرف علی بن ابی طالب، والله میگه کسی باید خلیفه بشه. اسلام دو عنصر داره در تقسیماتش، بله. یا خلافت مدیریت یا علم.
علم پیغمبر پیش منه، شما هم خلیفه شوید، با خلیفه شدن با ثواب نمیشید. احادیث پیغمبرم اعلمکم علیون، اغزاکم علیون، عالمترین شما علیست، دانشمندترین شما علیست. جبتون من ابو حنیفه، اینم خرقه چی؟ آقای ابو حنیفه. خب. این وقت چه ربطی به میراث نبوت داره خرقه همین. آقای ابو حنیفه؟ سوال، اگر خرقه دلیل مشروعیت خرقه پیغمبر ملاکه، نه ابو حنیفه، اگر دندان و تارمو و لنگه کفش و ظرف آهنی ملاکه، اونها همه در خانه حضرت زهرا بوده که خراب کردید، درش شکستید، زنش علی را مجروح کردید. ببینید پشت قضیه چی هست؟ اون خانه ای که مختلف الملائکه بوده، جبرئیل در اون خانه اجدال نزول میکرده، اون خانه رو درش بستن، آتیش زدن، اون وقت دیگران رو آوردن، حالا به این صورت خلیفه مسلمان ها قرار دادن. بله. یک جای همون ترکیه یه عکسی هست، نقاشیه، نوشته این سر مبارک حسین ابن علی است، در فلان جا یک راهبی نقاشی کرده، داخل تش نیست، بالای چی؟ بر سر نی. خب تمام رسانه های منطقه اعلام نکردن، جهانی نشد که روز عاشورا فلان قسمت که الان هست عکسش من دارم، خاک قبر امام حسین را که برداشتن داخل ظرفی ریختن، چی شد؟ تبدیل به خون شد و قرمز شد. مجله های دنیا ننوشتن در روز عاشورا در لندن اون زمان هر کس صبحانه میخورده به پنیر کره سرشیری دست میزده قرمز بوده. بعدا معلوم شد روز چه بوده؟ عاشورای واقعی سال 61 هجری. ابن سعد، اینو دقت کنید، ابن سعد صاحب چی؟ طبقات. میگه دنیا، بله، میگه دنیا بداند شهرت آقای چیه؟ زهری، دینش محمد بن شهاب زهری. آقای زهری به این دلیل مشهور نشد که رفت تمام روایات پیغمبر را جمع کرد. نه، دینش ایشون، این جمله رو ایشون نمیگه دینش فروخته، اینو من میگم، ایشون دینش را فروخت برای حکومت، شد ملای درباری، مشهور شد به مندیل چی؟ عمرا. مندیل یعنی چی؟ دستمال. درسته. نه. آقای ابن سعد در طبقات نوشته، مدرکش را آوردم، میگه به این دلیل زهری شهرت پیدا کرد در کل جهان اسلام، یک چیز مخفی را لو داد. در یک جلسه همه توانی داشتن نگن، ایشون گفت، گفتن بگو جریان بیت المقدس چیست؟ گفت میگم هرچه باد آباد. گفت والا تمام مردم فلسطین یک روز صبح بلند شدن، به هر سنگی، چوپانی، گاوچرانی، کشاورزی، دامداری، اداری، به هر سنگی دست زدن، از زیر سنگ خون فواره زد، خون آلود بود، خون میجوشید، همه فهمیدن روز عاشورا بوده. این مطلب رو زهری بیان کرد، زهری این رو علنی کرد، شهرتش از اونجاست. حالا جالب اینه جناب استاد، همین آقای زهری در زمان امام سجاده. بله. ببینید چگونه اسم امام سجاد علیه السلام، چون پسر امام حسینه و نواده پیامبره، بایکوت میکنه. بله. آقای امام محمد غزالی به اصطلاح. بله. آقایون که بهش میگن امام، این آقا وقتی که راجع به نامه امام سجاد به زهری میخواد مطلب بنویسه، اسم امام سجاد رو قلم میگیره. بله. میگه چی؟ کتب له اخون فی الدین. بله. یک برادر دینی این نامه رو برای آقای زهری نوشته. خب چرا اسم امام سجاد رو حذف میکنی؟ در جای دیگر و کتب دیگر که مراجعه میکنیم میبینیم اسم امام سجاد موجوده و معلوم میشه این آقا اسم امام سجاد هم حتی حاضر نی امام زین العابدین علیه السلام رو بیاره و اسم رو حذف میکنه. این حاشیه با برکت بود، یک نکته مهم به ذهنم آورد، اصلا در بایگانی ذهنم نبودم. خب چه بهتر، بفهم. چون اسم غزالی را بردی و امام سجاد رو، در دنیای مربوط به این موضوع هم هست. بله. در دنیا خبره ها می دانند حشویه یک مذهب پوسیده و متروک تلقی شده. حشویه فرقه یعنی که الان منقرض شده، میگن منقرض شده، عبارت بوده از یک سطر، کل روایات حجته،
هر کس هر جا هر ظالم جائری در هر روستای گفت قال رسول الله عمل کن، دیگه گفت که سنگ روی سنگ بند نمیشه. حالا فعل الاسلام سلام. در فضای علمی الازهر ریاض، در فضای شیعه هم اینها سرایت دادن. بلی حشویه چیه؟ یک مذهب منقرض شده پوسیده و غیر قابل قبول. بنده ارز میکنم از اساس این نیست. چی هست؟ بفرمایید استفاده کنید. شما زمینشو فراهم کرده که یکی ذره منحرف نمیشه ما، ولی نکته مهمیه. بله الان انشاءالله مختصر داخل پرانتز. پیغمبر اسلام که از دنیا رفت، کل روایات که از بین رفت، عمر، عثمان، ابوبکر، کل سنت آتش زدن، جمع کردن، از بین بردن. بلا فاصله قصاصون را فرستادن بالای منبر، دنیا پر شد از چی؟ قصه های بنی اسرائیل و افسانه ها و اساطیر. احسن. سپس خودشون ساختن، گفتن حالا شما بگید هر روایتی مشروع تا روایات اسرائیلی با مهر حشویه رسمیت پیدا کنه. درسته. پس اینا هم یه فرقه بود که ایجاد کردن. اصلا فرقه نیست عرض میکنم. ببینید عوض کردم. بگم این نیست. درست. اصلا فرقه به نام حشویه وجود نداره. نداره. حکومت گفت شما آثار نبوه را بردارید. کل روایات پیغمبر رفت. هر کس سوال، هر کس سوال تفسیری میکرد، عمر چی میکرد؟ شکنجه. هر کس قال رسول الله میگفت، کتک میزد. تمام صحابه مشهور مثل ابن مسعود، ابو مسعود انصاری، ابو دردا کجا بودن؟ پیش عمر در زندان بودن. در حقیقت حق خروج از مدینه نداشتن. درست شد. این مسلمات تاریخه. دقت کن ببین. میگم چون این چیزی نیست. همون کسانی که آمدند و گفتند تمام قال رسول الله ها از بین بروند، بله پلیتیکی بود، تفسیر پیغمبر یعنی. از بین بروند کودتا همینه. بله. دیگه همین ها آمدن گفتن یه مذهبی هست، خودت مذهبی، خودت ساختی، وجود خارجی نداشت. این مذهب معتقد است، چون حرف داریم، این نیست مذهب، حرف دارم دنبالی. درست. هر روایتی را هر ملایی هر جا رنگ قال رسول الله داشت، این قابل استناد این و اسلامه. عمله. بله این اسلامه. برای چی بود؟ آقایان اول احادیث پیغمبر را برداشتن، اسرائیلیون را آوردن، اسرائیلیات شد اسلام، مهر میخواست اینو تثبیت کنه که بگن قال رسول الله. حالا حرفای اسرائیلیو بگن این حرف رسول الله. آقای عبدالله ابن امرآس، پسر امرآس هم گفت من هم این صحیفه صادقه که نوشتم، هازا املاء و رسول الله من فلق فیه و خطی بیدی، در حالی که پیغمبر املا کرده بود اسلام را، فروعات را به علی بن ابی طالب علیه السلام، قبول نکردن. پسر امرآس میگه این منم که پیغمبر تمام اسلام املا را املا کرده و من نوشتم، در حالی که این اونچ که نوشته به نام از صحیفه صادقه، این ترجمه کتابهای یهود و نصارا در مصر بود که باباش پیروز شده بود امرآس، مشهور بود بار شطور. اجازه بده اینجا اینو تمرکز داشته باشیم، نیاز به توضیح شما هم هست. خواهش. آقایان آمدن گفتن مذهبی هست به نام حشویه به تمام روایات عمل میکنه. نه خودشون ساختن، اما چه شد را میخوام بگم. این مقدمه است، پله دعوای اینه. آمدن گفتن متاسفانه این شد مذهب حنبلی، کل حنبلی هاشو حشویه هستن. غزالی و عامدی دو نفر زیر بار نرفتن. گفتن آقا ما شافی باشیم، هم شافی بودن، هر چی باشیم این مذهب، مذهب خطرناکیست. یعنی چه؟ الان من از شما میپرسم، خودم جواب میدم. اگر بپرسیم از یک نخبه آقا حنبلی ها رابطه شون با حشویه چیه؟ هیچ کس جواب نگه. من میگم حنبلی ها همون حشویه هستن. چرا؟ بخاری هر چی آورده از هر جنایتکاری اسلامه. قال رسول الله. احسن. تموم شد.
هرچی مسلم آورده از هر جنایتکاری آورده اسلامه و صحیح هم هست و صحیح هم هست و قابل خدشه هم 1000 عرض کردیم 1651 نفر جنایتکاری که خودشو معرفی کردن صحاح سته را تألیف کرده اند. بنده عرض کردم غیر اینها چی هن؟ میگن عادل. یکی کی بود؟ مغیره. از مغیره جنایتکارتر مکارتر در تاریخ اسلام احدی ثبت نکرده. زناکار بودنش، مکار بودنش، قاتل چی؟ یه قافله بله. قاتل بوده، سارق بوده، زانی بوده، چه چیزی نبوده جز انسان متدین. این جزء عادل هاست. جزء عادل. عمر سع جزء. پس من جواب گفتم. با. اگر کسی اشکال میکنه اشکال بکنه. بابا حشمیه وجود نداشت. بنا شد روایات پیغمبر بره. روایات یهود بیاد یه نفر مهر بزنه بگه منم مذهب هستم به نام حشمیه، هر روایتی که به پیغمبر نسبت داده میشه چیه؟ اسلام. آقایان حنبلی ها همون وارثان حشمیه هست. من نمیگم ها، بنده در حقیقت وجود خارجی نداشت، بعدن وجود خارجی هم پیدا کرد. بنده اسنادی آوردم، همه کسانی که در این زمینه تحقیق کردن گفتن لا حشمیت الا چی؟ همون حنابله. حنابله تا حالا اشتباه نگفته باشم. پیروان احمد ابن حنبل. چون گاهی من میبینم که خطاهای لفظی من زیاده. حنبلی احمد ابن حنبل که آقایان وهابیون هستن امروز. بله دیگه، ابن تیمیه از به اصطلاح اوریسیان هاشونه و پیرو احمد ابن حنبل، همچنین محمد ابن عبدالبهاء. پس تکلیف روشن شد. اینجا یک حاشیه هم بزنم ربط داره. سازمانی تشکیل شد، اون سازمان رو عمر راه انداخت به نام وزارت تألیف متون دینی به رهبری عبدالله بن عمر. بله جالبه، یعنی یه وزارتی تشکیل داد، فرزندش هم گذاشت به اصطلاح رئیس وزارت خونه. خروجی این وزارتخانه کوچک زیر نظر پسر خلیفه همون حشویه و حنبلیه شد، که چون الان بحث ما این نبود این برای چون این میارم پرانتز انشالله هست چیز مهمیه، میارم یه شب انشالله اگر اسمت بشه بس کنیم، پس از اینجا رد بشیم که این مطلب حقش ادا شد یا نشد نمیدونم. که حالا اگر روز دونستید که بیشتر باید ادا بشه انشالله یه برنامه ای بهش بپردازیم. بله، اما اون چه که الان بحث محور این بود که روزی با تمسک به قرشی بودن نسل خلفای ثلاثه خلافت را از خاندان پیغمبر گرفتن. همین آقایان پیروانشون قرنها بعد گفتن قرشیت شرط نیست، به خاطر جدا شدن از قرشیت شده حکومتشون مشروع. دیروز با قرشیت مشروع شد، در ترکیه به خاطر جدا شدن از قرشیت مشروع شد. این چه مذهبیه؟ کدوماش حالا چه دینیه؟ بحث علمیه. کدوماش مورد قبوله؟ بله. و کدوماش مورد قبول نیست بالاخره. اما دیروز که بحث ما راجع به مغیره بود، نمیدونم میان برنامه داریم نداریم. البته حدود یه 3-4 دقیقه وقت داریم تا میان برنامه. خب این 3-4 دقیقه اما اگه میخواید به مغیره بپردازید که میپردازید، اگرم نه چون بحثمون اسم آقای زهری اومد و ما منتقل شدیم، میخوام بگم اصل بحث بله به وقت فراموش نشه. بله، ما دیروز آقای مغیره را به عنوان چهره بارز کابینه عمر معرفی کردیم از متون اهل سنت. تمام رذائلی که در عالم هست همه در او چه بود؟ جمع بود. این عبارت را من بخوانم، عمدن عربیش رو بخوانم. بخوانید که مقدمه ای بشه برای بعد از این 3 دقیقمون بریم و برگردیم ان شاء الله. یقول مغیره لیزید ابن معاویه که جوان لاتیه، بله میمون بازه، مغیره به یزید چی میگه؟ اینه قد ذهب اعیان و اصحاب النبی و آله، بزرگان اصحاب پیغمبر از دنیا رفتن و بزرگان آل پیغمبر هم از دنیا رفت و کبراء قریش و ذو اسنان هم صاحبان سن و بزرگان قریش هم از دنیا رفتن و اینما بقی ابناؤهم نسل جدید باقی مونده و انت من افضلهم و احسنهم رأیا و اعلمهم بسنت و سیاست. شما
شما بالاخره دارای اندیشه برتری هستی و از همه افضلی و سیاستمدارتری. آره. فاضل‌ترین جوانها شما یزید و بهترین از نظر رأی اعلم به سنه و سیاسه. ولا ادری ما یمنع امیر المؤمنین ان یعقد له البیعه. من تعجب میکنم چرا معاویه برای تو بیعت نمیگیره. شما ولیعهد هستید دیگه، لیاقت رو هم دارید. نمیدونم معاویه چرا حضرت عالی را اینم پیشنهاد جناب آقای مغیرت ابن شعبه. بله این آقا باعث شد یزید بشه و عملا این کار را کرد، شد چی؟ خلیفه. اولین کارش قتل عام خانواده پیغمبره و این آقا الان در تمام محافل غیر شیعه رضی الله عنه. این مغیره، این درد شیعه است. چرا؟ چرا وقتی پیغمبر علی ابن ابی طالب رو تعیین میکنه قبول نیست، ولی ابوبکر عمر رو تعیین میکنه قبوله؟ بله، تنها یه نفره. عمر یه تشکیل یه جوری میشینه اون شورای شش نفره رو ترتیب میده که بالاخره عثمان بشه. بالاخره نه قبوله. عبارت رو درست کامل ادا کن. گفت اگر طبق چارت من، تشکیلات من انتخاب خلیفه نکنه چیه؟ گردن همه رو بزنید. بله. آقای ابوطلح گفت که این شش نفر صحابه نور چشم پیغمبر همشون رو بکش. یک طوری طرح‌ریزی کرده بود که هر جوری هست عثمان ابن عفان بیاد سر کار. بله. اگر نه باید گردن همه زده بله. بشه. اینم جناب عمر. اینجا هم آقای مغیره به معاویه میگه یزید رو معرفی کن، اشکالی نداره. خب. فقط پیغمبر این وسط اشکال داره. سوال اینه، تکلیف دین با خداست، اما رسید تکلیف دین به مغیره. اشکال نداره. اسلام داره که میگن برای مسلمان خلیفه تعیین کنه. وهابیون میگن اسلام اصلا منحرف نشد، مسلمین منحرف نشدن. یعنی دیروز خدا تصمیم میگرفت، امروز مغیره ای که محکوم به زنا بوده، محکوم به قتل بوده، افسق الفسقا بوده، ایشون تصمیم بگیره و گرفت و یزید را خلیفه کرد و اشکالم اون وقت یزید سه سال حکومت میکنه. بله. سال اول امام حسین و بله خاندان پیامبر را به شهادت میرسونه و زن بله. بچه آل رسول الله بله. رو به عرصبت که اسارت میبره. سال دوم و سال سوم بیت الله الحرام رو، بیت الله الحرام رو مردم و مدینه رو اباحه کرد و اون کشت و کشتار و خونریزی ها. پناه به خدا. خب متشکرم، تا انشالله برگردیم اگر مطالبی راجع به مغیره دارید بیشتر انشالله استفاده کنیم. بینندگان عزیز و گرامی یک فرصت کوتاهی رو میگیریم و انشالله خدمت شما خواهیم. بی تو عالم شد خزانه بی بهار، ای قرار عاشقان بی قرار. یا ابا صالح امان از انتظار، کی به سر آید این جدایی، کی به سر آید این جدایی. اللهم اعذه من شر كل باغ و طاغ و من شر جميع خلقك، واحفظه من بين يدي و من خلفه و عن يمينه و عن شماله، واحرسه وامنعه من ان يوصل اليه بسوء. اللهم عجل لوليك الفرج. جناب استاد صحبتمون حول مغیره بود، اگر مطالبی دارید بفرمایید که انشالله استفاده کنیم. در این چند ثانیه من به یاد داشتا نگاه کردم، مطلب زیاده ولی مطلب مهمترم زیاد هست. من منصرف میشم، چون در جلسه قبل ذکرش شد. حالا نکات مهمی اگه به ذهن خیلی مهمه ولی مهمتر داریم، مهمتر داریم به مهمتر انشالله بپردازیم، بلکه انشالله اگر فرصت، چون دیگه بلد. از مغیره بالاخره ذکری شد. بله. حالا اگر صلاح میدونید ما مطالب جدیدتر رو انشالله استفاده. مطالب بعدی ما این است که این فضایی که در رأس اسلام، صدر اسلام
اتفاق افتاد این رو به نسل بعدی چه کسانی منتقل کرد؟ ببینید تاریخ یعنی حوادث گذشته، این را باید کسی به ما راست بگه. میتواند دروغ بگه؟ نمیشه؟ قلم دروغ نمیگه؟ به خصوص که معمولاً یعنی تاریخ رو حکومت ها مینویسن، حکومت ها معمولاً به نفع خودشون مینویسن و حقایق را کتمان میکنن، مطابق میل خودشان مینویسن. خب ما وقتی میبینیم که این آقایون این همه حقایق را یعنی حجج الهی را کنار میزنن، برای ریاست دنیا میان و حکومت رو قبضه میکنن، به ظلم و جنایت و آدم کشی دست میزنن، چه اشکال داره که تاریخ هم باب میل خودشون بنویسن؟ مطلب خیلی مهمه، من اسهارش رو میگم. تاریخ طبری رو ملاش قرار دادم، بررسی کردم. یادتون باشه ظاهرا جلسه دوم سوم این دهه اول بود، ما اشاره کردیم، اما تفصیلش اینه. از آباء پیغمبر آقای طبری که شروع کرده جلد دوم ظاهرا یا سوم تا سال 18 اوج قدرت عمر، ما بررسی کردیم ببین چی از آب در آمده. یک، از امام حسن یک بار مطلب آورد، یعنی یک حدیث یا یک روایت. تاریخ را امام حسن چگونه دیده چند سطر، این یک. از امام سجاد یک مطلب، بین آباء النبی تا سال 18. دقت کن، همه رو نمیگم ها، حتی جلد اول رو نمیگم، مربوط به سلاطین ما قبل اسلام بوده. از امام حسن علیه السلام که سبت پیغمبره یک روایت، از امام زین العابدین علیه السلام یک روایت، از علی ابن ابی طالب که تمام حوادث از اول رسالت تا پایان و خلافت خودش بشاد، فاتح تمام جنگ های پیغمبر بوده، یعنی 30 چند سال دیگه، چون ایشون 10 ساله به پیغمبر ایمان آورد. بله 30 سال نه دیگه، 10 سال قبل از بعثت مال پیغمبر به دنیا میاد. 23 سال بله زمان پیغمبر حضور داشت تا سال 41 تا شهادتش، درست؟ حضرت علی حداقل 50 سال، 33 سال با پیغمبر، حداقل 50 سال، حد 52 سال، 52 سال در اوج حوادث اسلام حضور داشته. آقای طبری 2 جا گفته علی ابن ابی طالب چنین گفته، دقت کنید، 254 نفر را من شناسایی کردم، از اونها چی کرده؟ اخذ تاریخ کرده. خب یکی از دروغگویان جعالین مشهور در تاریخ اهل سنت، اهل سنت مرقوم فرمودن که ایشون سعید ابن مرزبان، 50 قسمتش از اینه که خود لیستش اینجا، علمای اهل رجال اهل تسنن میگن این آقا جعال و کذاب. بله ابن اسحاق را خوندیم یا نه؟ بله ابن اسحاق 152 بخشش از اونه که اون روز ما خوندیم، ریشش از کجا بوده؟ یکی جلسه بله. شما نگاه کنید، از واقدی کذاب دیروز خوندیم، پرروز خوندیم، این واقدیش 62 قسمتش را آقای واقدی داده. خب شما نگاه کنید جمع اینها را که من حساب کردم برای اهل بیت 1% حدوداً حضور هست. تاریخ اسلام مربوط به بیت النبوه هست، از بیت النبوه 1% کلام هست، 99% دشمنانش. این تاریخه؟ یعنی آل پیغمبر متروک و مهجور و محذوف و بایکوت هم. من دقیق آوردم، دقیق، اما دقیق بخوانم همه خسته میشن، شما اجازه نمیدید، حقم دارید چون خسته کننده است. اما 35 کتاب رو اسم ببرم تونتون کمتر از 1 دقیقه. ببینید، الاسماء المبهبه خطیب، نهایه ابن اسیر، مجمع الزوائد، مجمع الفوائد، معجم کبیر تبرانی، سنن دارمی، اسطلقابه، دلائل النبوه، فتح الباری، مسند احمد، تقریر الدلیل، من کامل آوردم، صفحه جلد، همه رو نمیخونم، مصنف عبدالرزاق، تقریر العلم، جامع علم، جامع بیان العلم، مراسیل ابو داود سختیانی،
یکی سختیانی، یکی سجستانی، سهاه جوهری، البدایه و نهایه، ابن اسیر، موه و الاخر. اینها همه گفتن ماهیت خلافت بعد از رسول خدا، دقت کنید، از نظر رسول خدا رنگ یهودی داشت. پیغمبر دست یک صحابه را گرفت، گفت مجامع تورات در خانه تو چیکار میکنه؟ به دیگری گفت چرا با یهود رفت و آمد میکنی؟ عبارت تغییر میدن. اینها نوشتن پیغمبر اسلام مجامع یهود را از خانه یک صحابه در آورد، گفت مجامع تورات در این چی میگید؟ پستو میگن. چی میگن؟ پستو چیکار میکنه؟ و این آقایان نوشتن وقتی که زبیر مرد، زبیر معروف پسر عمه علی ابن ابی طالب هم بود، آدم خوب هم بود، پسر ناخلفش منحرف کرد. وقتی مرد، یه بار من اینو اشاره کردم، رفتن دیدن یک گاو صندوق داره، شما بگید ابر گاو صندوق، چون گاو صندوق دو لایه داره، سه لایه، یکی سیمان وسط، اونور و راهنه، اون چهار لایه بوده. خب چیه؟ باز کردن، اول زنبیل بوده، بعدن بخچه بوده، بعدن چی بود، دیدن یک حکمت از یهود که اول احبار، یعنی تمام احادیث و نبوه را آتش زدن، اشکالی نداشت، اما احادیث که اول احبار در ابرگاو صندوق نخواه حفاظت میشود. حالا این آمار را دقت کن، اینجا جای توضیح هست، من معتقدم اگر نیاز ببینید از موضع بینندگان عزیز، آمار مال خودمه، آمار مال خودمه، از کامپیوتر استفاده نکردم اصلا، خطاشو هم تضمین میکنم، چون چک کردم خطا ندارم، اگر کسی پیدا کرد حتما اطلاع بده، جایزه هم داره. خیلی عالی، خدا خیلی. یک کتاب، فقط یک کتاب، یک شیعه، یک عالم به نام حر عاملی، به نام اثبات الهدات نوشته، که اخیراً در 7 جلد با ترجمه آمده بازار. من از اون 3 جلدی هم دارم، 7 جلدی هم دارم. یعنی 3 جلدش به زبان عربی است، 7 جلدش عربی و فارسی. فارسی. هر دو را من دارم. ببینید 4166 طریق نقل کرده، از اون حالا ریز بخوانم دیگه، که اهل سنت و شیعه نقل کردن که رسول خدا فرموده علی ابن ابی طالب، حسن، حسین، سجاد، باقر، صادق، کاظم، رضا، جواد، هادی، عسکری، قائم، اینها امامن. یعنی اون حدیث متواتری که فرموده الخلفاء و بعدی اثنا عشر، بله، اوصیاء و بعدی اثنا عشر، الائمت و بعدی، با عبارات مختلف، که امامان بعد از من، خلفای بعد از من، جانشینان بعد از با من، با عبارات مختلف، در خیلی از جاها اسم اون 12 بزرگوار هم ذکر شده. بله، خیلی جاها. حالا میگم تفصیل اینه، از جمله جابر بن عبدالله انصاری. کلیش چیه؟ کلیش 4166 طریق که مذهب شیعه درسته. این تفصیل دقت کن. خب عمری صرف شده دیگه، خدا خیرتون میارزه. ببینید روایات دال بر نبوت و امامت عامه، زارن 7 تاش نبوت، بقیه 300 تا میشه، 307 شماره خورده. شما یادداشت کن، 307 شماره، 307 روایت در این کتاب شریف آمده که نبوت داریم و امامت داریم. حدود 7 تا تقریبا نبوت، بقیه چیه؟ امامته. 2، روایات شیعه دال بر امامت 12 امام، 927 روایت. 3، روایات اهل تسنن دال بر امامت 12 امام، 278 روایت. 288 روایت. 78 روایت. 78 روایت. 4، روایات شیعی دال بر امامت امیرالمؤمنین خاصه فقط 1019 روایت. 5، روایات اهل تسنن دال بر امامت علی علیه السلام 316 روایت. ببینید
اگر ماهیت این جریان خلافت صدر اسلام مسئله کودتا نبود، اینها کافی نیست. آقا برای اثبات هر چیزی در دادگاه اگر دو نفر شاهد بره کافیست یا نه؟ دو نفر شاهد عادل اگر حادثه باشه 4166 نفر قبول نیست. چه از نظر شرعی معمولا دو روایات سنی گفتیم دال بر امامت علی 316، بیش از 4000 روایت که میفرماید الائمه بعدی بله 12 داریم، تمام هم در خیلی جاها هست. اجازه بدین جمله رو بخونم اگر احسنتم. نه وقت خیلی داریم. روایات خاصه دال بر امامت امام حسن، خاصه وصیت علی به حسن سلام الله تو وصی 48 روایت. روایات خاصه دال بر امامت امام حسن با نظارت امام حسین، با نظارت امام حسن 14 تا. روایات خاصه شیعه دال بر امامت سجاد 9، یعنی 9 طریق داریم غیر از اون روایات کلی. امام حسین وصیت کرده بعد از من امام سجاد هست، یعنی نص بر امامت حضرت. بر امام باقر 10، بر امامت امام صادق 22، اینا خاصه از حقیق طریق شیعه. بر امامت امام کاظم 60، بر امامت امام رضا 68، بر امامت امام جواد 25، بر امامت امام هادی 7، امام حسن عسکری 28، آقایان وهابیون بر امامت امام مهدی 809 طریق، از شیعه از طریق اهل سنت 210 طریق، 210 جمعاً 4166 روایت طریق میگه 12 امامی هست قبول نیست. پس هیچی قبول نیست. اگر 4000 گفته، یک وهابی گفته از کجای قرآن در آمده علی امامه؟ گفتم پس شما منکر نماز هستید، هیچ جای قرآن نیامده نماز صبح 2 رکعته، نماز ظهر 4 رکعته، نماز عصر 4، نماز مغرب 3، نماز عشا 4. هیچ وهابی دلیل ندارد، پس نمازی وجود ندارد. بله جناب استاد، عرض شود که به تعبیری باید گفت این آقایون یا قرآن رو قبول ندارن، یا قرآن رو واقعا نمیفهمن، یا شق سوم بگیم هر دو. بله و هر دو مثل که صحیح تره. اگر بگیم قبول هم نداره هم نمیفهمه. چرا؟ چون الان یکی از این افراد به اصطلاح دارای شبکه شون ظاهرا همین ملا زاده نامی باشه، یه وقتی من میدیدم یک تیپی صاف و صریح و علنی آقا میگه این امامتی که این آقایون مدعی هستن و این شیعیان اصلا وجود خارجی نداره و یک نیمچه آیه در قرآن ما راجع به امامت نداره. حالا این همه آیات خب. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، خطاب به حضرت ابراهیم، بالاخره و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. آخه چطور روش میشه یه نفر اسم خودشو دانشمند بذاره، دکتر بذاره، بیاد تو تلویزیون جهانی خیلی صراحت آیات قرآن رو منکر بشه، بگه همچین آیاتی اصلا وجود حالا نداره؟ یک پله بیا بالا، اینا پیغمبریت پیغمبر رو قبول کردن یا نه؟ میگن قبول داریم. حسب ظاهر میگن ما سوال بگیم جناب وهابی پیغمبر را که قبول داشتی قطعا، من قسم میخورم تو میگه قبول دارم، درست شو؟ اما نذاشتید که ایشون حرف بزنه، گفت اگر من ننویسم چی؟ انتظلو چی بود؟ گفت بنویسم لأکتب لکم ما انت مسکتون به این لن تسلو بعدی ابدا، اگر من می نویسم این جمله را اگر نگذارید بنویسم بدبخت و ضال شدید. اینو بیش از 1000 عالم اهل سنت نقد کرد، محترمینشون فرمودن یا نه؟ خب اجازه بده من فقط روایت کردم. نه جاشه جاشه، درایت چی؟ بنده میگم بله، شما می نویسید اثباتش با من، برن سرچ کنن 100,000 عالم کوچک و بزرگ از طریق چی؟ اینترنت. 100,000 عالم اهل سنت همشون مرقوم فرمودن بلی پیغمبر اسلام فرموده اگر ننویسم اینو شما زالید، کلشون نوشتن ننوش همه قبول کردن زالن. خیلی عالی،
اعتراف الارسوتی و اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. بله. وقتی خودتون دارید می نویسید اون وقت میگم بیا بحث کنیم. بحث چی؟ با چی بحث کنیم؟ ما دنبال کسی هستیم بگم اهل سنت هم. کو اهل سنت؟ روایت نهایت احترام هم قائلیم. ببینید مناظره است، میگیم اگر کسی در کره زمین اهل سنته من کفشش را میبوسم. ما میگیم چرا اهل سنت نیستید؟ چون سنت پیغمبر این بود اگر ننویسم اینو 100,000 نفر سرچ کنید بالای منبر گفتید، اگر پیغمبر فرمود من ننویسم بنویسم خوشبختید، ننویسم بدبختید و ننوش یعنی بدبخت شدید، یعنی گمراهن مسلمین. این که قابل این کار نیست. بیا بحث کنیم. بحث اون وقتی است که شما چیزی نگید در ظاهر من اثبات کنم گفته اید. همه تون گفته اید. بله، فقط نقل روایت میکنن در حالی که فرمود روایتون تدریح خیرون من الف روایت ترویح. بله، یه روایت انسان درایت کنه. بله. ملتفت بشه معناشو، متوجه بشه به عمق معناش و کنه معناش پی ببره. اگر صرف روایت نقل بکنه انسان چه حالا چه که خیلی گیر میدن چیه؟ آقا شیعه ها مشتکن، چی شده؟ غیر خدا را خواندید. خب اجازه بدید آقای شهیدی، من خب سنم بالاست، داریم خب 58 سالمه، خسته میشم. اینو شما توضیح بده، این عبارت مال شیعه است یا غیر شیعه؟ اون جمله‌ای که در مشهور همه جا، الهی من لی غیرو که اسأله کشف ذری و نظر فی امری، این دعای کمیل نیست؟ این دعای کمیل آقا امیرالمومنین علی علیه السلامه در... که به کمیل ابن زیاد نخعی تعلیم فرمود و فرمود این دعا دعای خضر نبی است و اگر اون قرابت تو با ما نبود این دعا را به توی کمل نمی آموختم. ولذا سعی کن اگر هر هفته نمیخوانی ماه یک بار بخوانی، اگر ماه یک بار موفق نشدی سال یک بار خب. بخوانی، اگر سال یک بار موفق نشدی در تمام عمرت یک بار بخوان. این معنا، این جمله را شما تفسیر کنید. الهی توحید است. الهی من لی غیرک اسأله کشف ذری و نظر فی امری، الهی غیر تو من چه کسی را دارم؟ از او چیزی بخواهم. چیزی بخواهم. این فرهنگ شیعه است. میریم پیش حضرت ابوالفضل، اونجا چون ابوالفضل عباس مورد عنایت خداست، توسل وسیله است برای مساعد شدن بالا رفت، مساعد با ساعد. برای قبولی است، از اونها شفاعت میخواهیم چون شهید در راه خداست، شفیع... احترام داره از اولیاء الله. پس ما قرآن ما گفته چی؟ امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اینو قبول داریم یا نه؟ شیعه ها زیاد میخونن یا وهابی ها؟ ما همیشه میخونیم. آیا ببینید امن یجیب المضطر، چه کسی به گرفتار پاسخ میده غیر خدا؟ زمانی که اذا دعاه، زمانی که از او بخواهد و یک شف و سو و چه کسی بدی را برطرف میکنه، فریاد کننده را جواب بده و مشکلش را چی حل کنه غیر خدا. غیر از خدا. این منطقه شیعه است. اگر ما زیارت میکنیم، خب آقا شما که رفتی کلیپ درست کردی فلان مدح چونه میگه، آخه منم شیعه هم، اینم کلیپ درست کن بگو. یه آخوند شیعه گفت که تمام مدح ها قبول کردن حرف منو، اونا در خط ما هستن، در فکر ما هستن، شعر گفته، شعر خود یه جمله هست، میگن که احسنه ها چی؟ بله، اربع شعر اکذب هو، زیباتر این شعر اینه که خیال و رؤیا و بله. اینش بالا باشه، مبالغه این هست، غلو هست، اینها مکتب ما نیست که اون که بیرون از فضای اهل بیته. پس بنابراین این شعر را در فضای ادبی و ادبیاتی باید ترجمه کرده توضیح بده. پس ما عرض میکنیم، عرض میکنیم این حرف وهابیون درسته، غیر خدا، غیر خدا طرف دعوت ما نیست، دعای ما نیست، اما اهل بیت طبق منطق قرآن چون پیش خدا چی دارن؟ مقامی دارن، در کنار اونها دعا میکنن، اونها وسیله است، توسل وسیله، طرف دعای ما اینها نیستن، اینها وسیله است که همه کار خداست. خدایا به آقا ابوالفضل، خدایا به آقا امام حسین، این حوایج ما رو برابر. همین مدعاهایی که بندگان خدا میخوانن آخر چی میخوانن؟ امن یجیب میخوانن. احسنت. ولی خب بحث مال اینه که شما میفرمایید چرا اینو نمیگید اونو میگید. بله. بحث اینه، بحث صداقت و رفاقت نیست. بله. نمیخوان بپذیرن. یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها، این بله. یه آیه در یه آیه دیگه، جهدوا بها و استیقنتوا انفسهم، اینا نمیخوان بپذیرن حقایق را. خب. اگر نه 1400 سال شیعه را به انواع اتهامات متهم میکنن. بله.
با این همه، این همه علمای بزرگ شیعه کتاب نوشتن، شیعه و اتهامات ناروا، من هم شیعه، شیعه چه کسانی هستن، علمای گذشته و معاصر کتابهایی نوشتن شیعه رو معرفی کردن که بالاخره هادهی عقائدنا، عقائد ما اینه، نه اونی که شما به ما تهمت میزنید. فلذا جا داره بر بینندگان عزیزی که اگر اهل تسنن هستن واقعا شیعه رو بله. با اون تهمت ها نشنشان، بیان از نزدیک بله. با یه شیعه، با یه عالم شیعه بس بگن آیا همچین اعتقادی شما دارید یا ندارید. این مهری که خاک و شیعه میذاره برش سجده میکنه، میگن آقا شیعه بر بت سجده میکنه. آقای شهیدی دو سال پیش 19 کتاب آوردم پخشم شد چندین بار. اهل سنت مرقوم فرمودند، بزرگانشون، ما به همه احترام قائلیم، بحث علمی، نقد علمی ناهنگا داره، حرف صریح میزنیم، بحث علمیه. 19 کتابشون نوشته رسول خدا خمس میگرفته است. منم فارسی بلدم، نگفتم دیگه، پخشم شد، هیچ کس اونو نقد نمی کنه. میگن در قرآن یه آیه داریم مربوط است به غنائم. منم میگم شما هم 19 کتاب دارید، گفتید پیغمبر فرموده غیر از زکات خمس است، چرا اونو نمیخونید؟ نمیگن دیگه. میگم هدفشون این نیست که حق رو بپذیرن، چون اگر بپذیرن اون وقت شیعه محق شناخته میشه و این همه که دارن عرض شود که گرایش به تشیع پیدا میکنن خب بیشتر خواهند شد. جناب استاد، حالا اگر بخوایم برگردیم به بحثمون بله. یا بحث رو جمع کنیم، حدود 4-5 دقیقه بله. وقت داریم. من نیاز دارم به 4-5 دقیقه. بفرمایید که انشالله بحث جمع. ما گفتیم طلاب محترم، شخصیتون حضرت یه بوده خارج بله بله. بله. و دانشجویان عزیز میگن شما اقلا اون چند اسامی که هر شب چند تاشو بخوانید که از فاسقین مشهور، از جلادین و از خبیثان تاریخ علمای بزرگوار اهل سنت مرقوم فرمودن، اینها جنایتکار جلادن، ولی از مؤلفین، از بخشید، از صاحبان حدیث و طریق صحاح ستن، بله، حذف نشدن و آمدن و به عنوان بله همون راویای جعال و کذاب و این. به عبارت دیگر علمای بزرگوار اهل سنت میفرمایند این 6 کتاب ما معتبره. ما هم میگیم یعنی راویانش چی هن؟ دروغ محتب. نمیگن. بعد خود علمای اهل سنت مرقوم فرمودن اینها کذاب و شیطان و مدلس و جعاله. یعنی 47 فرمودید از علمای مهم علم رجالشون راجع به این 1651 نفر بله. انواع صفات رزیده بله. رو بالاخره قطار کردن و رسیدیم شما. به چی؟ بحث قبلی عمر ابن سعد اجلی گفته عمر سعد اگرچه خاندان پیغمبر رو کشته کلن اما ثقه است، عدالتش. پس همونطور که ندیده. من اصلاح کنم، اون 1651 نفر جدا هستن از جمله عدول و مورد اعتمادها که اونها رو جرح نکردن و راجعشون بد ننوشتن. کیه؟ یکیش مغیرت ابن شعبه بود، یکیش عمر سعد. نه و مغیره با. از اونها بود. عمر سعد از این 1651 نفره که ما هر شب بنا بود 10 تا بخونیم، وقت نشد. امشب 10 تا بخونیم. بله. از اون 1651 نفر کذاب و قاتل و جلاد، یکی عمر سعد. عمر سعد بله. قاتل امام حسین علیه السلام. 42 عمر ابن السبح الخراسانی سمرقندی نوشتن کذابون. ابن ماجه از او اخذ حدیث کرده. عمر ابن ریاح العبدی البصری در ابن ماجه دجال نوشتن، دجال علماشون باز روایت آورده، حق باز و کلک باز. عمر ابن علی ابن عطا المقدمی البصری هر 6 کتاب اهل سنت از او حدیث نقل کردن، نوشتن مدلسون، سند روایات ضعیف را جا میگن صحیح. عمر ابن هارون بلخی مولا ثقیف ترمذی اخذ حدیث کرده، ابن ماجه اخذ حدیث کرده، عذاب خبیث. علمای اهل سنت گفتن چیه؟
کذاب خدیث، بسیار دروغگو و انسان پلیدی بود. هر وقت وقت تمام شد اشاره بفرمایید. آقای تقریبا کمتر از دو دقیقه وقت، عمر ابن جابر الحضرمی ابو زرعه ترمذی ابن ماجه از او اخذ حدیث کردن. علمای اهل سنت خودشون فرمودن کذابون. عمر ابن عمرو ابن خالد القرشی الواسطی باز ابن ماجه اخذ حدیث کرده، رأس الکذابین. به این دیگه گفت که رأس یعنی دیگه واضحه دیگه. اینو دقت کن، عمرو ابن سعید ابن عاص الاموی المعروف بالاشتق مسلم نسائی ابن ماجه از او اخذ حدیث کردن، استاندار آقای یزید بوده در قتل عام مدینه و جای دیگه. خب اینم وقت داره تمام میشه. ببینید این جمله رو بخوانم. عمر ابن عبدالله ابن اسور الیمانی ابو داود از او اخذ حدیث کرده، شرابخوار مشهور اربدکشش سر کوچه بوده. اگر اینها ثقه هستن، پس غیر جنایتکار و فاسق کیه؟ جالبه، بله. پس اون کسی که قابل اعتماده کیه؟ کیه؟ اون کسی که عادله کیه؟ پس بنابراین عرضم اینجا تمام شد، وقتم تمام شد که نه صحاحی داریم، نه تاریخ طبری داریم، نه تاریخ تاریخ صحیحی داریم، بله، نه واقعی داریم، همه جعلی ساختگی، نه طبقات ابن سعد داریم، نه ابن هشام داریم. اینها را قلم ها سر تاریخ را بریده اند، شمشیر شمر هم سر این امام حسین علیه السلام. احسنتم، بسیار عالی، متشکر. آقا طیب الله انفاسکم، خطاب ما به تمام بینندگان عزیز اینه، با توجه به اسنادی که جناب استاد از کتاب های به اصطلاح علمای جهان اسلام اینطوری بگیم ارائه میدن، الحق و الانصاف جا داره که این آیه کریمه قرآن را مد نظر خود قرار دهیم که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت بده به اون بندگانی که سخن را میشنوند و راه صحیح را انتخاب میکنند. با تشکر از شما عزیزان که همراه ما بودید، تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خدای بزرگ میسپاریم. اللهم عجل لولی کل فرج، خدا نگهدار. برگردم کفن و چادر و انگو